سلام عزیزان چقدر خوشحالم که من میتونم بین شما باشم برای آخرین پیغام برای نام پولس به فیلیپیون عنوان این چهار تا پیغام شادی خداوند قدرت ما هست و همه ما نیاز داریم برای قدرت مخصوصا پولس <تصفح> که توی زندان زنجیر شده هست به <بی> یک سرباز روم و ممکن بعد از چند روز یا چند هفته یا چند ماه ادامه ولی پولس به ما تدریس میکنید ولی هنوز توی حتی این موقعیت شادی خداوند وجود داره توی باب یک ما نگاه کردیم به منبع شادی که روابط ما مخصوصا با خدا و با دیگران توی باب دو ما نگاه کردیم به رای شادی که فروتنی ما باید فکر کنیم فروتن بشیم بعد توی باب سه ما نگاه کردیم به دشمن شادی دین عقب نگاه کردن و لذت پرستی این هفته امروز ما به دلیل های برای شادی نگاه کنیم ما ایمان دارم ما با ایمان زیست میکنیم یعنی ما باور میکنیم به چیزهایی که ما نمیتونیم ببینیم ولی ولی ما دلیل های خوب داریم برای اون چیزها که ما باور میکنیم یعنی ما کرافاتی نیستیم ما با ایمان زندگی میکنیم با دلیل ها و من میخوام نشون به شما توی این فلیپین بابیچا چقدر دلیل ها وجود داره برای شادی اگه وقتی که شما بخونید ممکن کتب میتونی نگاه کنی دلیل اینه دلیل اینه میبینی که زیاد توی این بابیچا وجود داره پس الان لطفا فشا بده به اون دخمه مکس کات لطفا فلیپین بابیچا بخونید پس ای برادران محبوب من که مشتاق دیدارتانم ای شما که شادی و تاج سر من هستید ای عزیزان بدین گونه در خداوند استوار باشید از افودیه استدعا دارم و از سینتیخی تمنا می کنم که در خداوند یک رأی باشند و از سنی زی همکار وفادار تقاضا دارم که این دو بانو را یاری کنی زیرا همراه با اکلیمنتوس و دیگر همکارانم که نامشان در دفتر حیات نوشته شده است دوشادوش من برای کار انجیل مجاهده کرده اند. همیشه در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. بگذارید ملایمت شما بر همگان آشکار باشد. خداوند نزدیک است. برای هیچ چیز نگران نباشید. بلکه در هر چیز با دعا و استقاسه همراه با شکر گذاری درخواست های خود را به خدا ابراز کنید. بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است دلها و ذهنهایتان را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. در پایان ای برادران هر آنچه راست است هر آنچه والاست هر آنچه درست است هر آنچه پاک است هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی است بدان بیاندیشید اگر چیزی عالی است و شایان ستایش در آن تأمل کنید آنچه از من آموخته و پذیرفته اید و هر آنچه از من شنیده و یا در من دیده اید همان را به عمل آورید که خدای آرامش با شما خواهد بود در خداوند بسیار شادمانم که اکنون دیگر بار دغدغه شما برای احتیاجات من شکوفه آورده است. البته شما همیشه به فکر من بوده اید، اما فرصت ابراز آن را نداشتید. این را از سر نیاز نمیگویم، زیرا آموختم که در هر حال قانع باشم. معنی نیازمند بودن را می دانم. نیز معنی زندگی در وفور نعمت را در هر وضع و حالی رمز زیستن در سیری و گرسنگی و بینیازی و نیازمندی را فرا گرفته ام. قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می بخشن. با این حال لطف کردید که در زحمات من شریک شدید. شما نیز ای فیلیپیان نیک میدانید که در اوایل ایمانتان به انجیل پس از آنکه مقدونیه را ترک کردم هیچ کلیسایی جز شما در امر دادن و گرفتن با من شریک نشد زیرا حتی زمانی که در تسالونیکی بودم چند بار برای رفع احتیاجاتم فرستادید نه اینکه در پی دریافت هدیه باشم بلکه در پی بهره ای هستم که بر حساب شما افزوده شود و چه کامل به من پرداخت شد و بیش از احتیاج خود دارم حال که کمک ارسالی شما را از اپافرودیتوس دریافت کرده ام از همه چیز به فراوانی برخوردارم هدیه شما عطر خوشبو و قربانی مقبولی است که خدا را خشنود می سازد. و خدای من همه نیازهای شما را بر حسب دولت پرجلال خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد خدا و پدر ما را تا ابد جلال باد آمین به همه مقدسین در مسیح عیسی سلام برسانید برادرانی که با من هستند شما را سلام میگویند همه مقدسین اینجا شما را سلامی فرستند به خصوص آنان که از دربار قیصرند فیض خداوند عیسی مسیح با روح شما باد آمین من فکر می‌کنم که ما میتونیم این باب با یک جمله کلاسش کنیم مسیحیان مجبور نیستند و نمود کنند که شاد هستند آنها دلیل زیاد برای شادی دارند مسیحان مجبور نیستند وانمود کنند که شاد هستند آنها دلیل زیاد برای شاد دارند دلیل اول باب سه پولس گفت تا خودون شاد باشید دوباره تا باب چا چا و میگه تا خداوند شاد باشید بعد میگه دوباره شاد باشید و پولس نمیخواست که ما مثل یک ربات شاد بشیم نمیگه آه من باید شاد بشم همه ما میدونیم وقتی که کد ما سای کردیم پر از شاد باشیم ولی واقعا علکی شادی علکی بود شادی جلوه بود و ما میدونیم وقتی که دیگران حتی توی کلیسا آنها سعی میکنن نشون بدم که آنها پر از شادی است ولی ما میدونیم عمیق نیست سطحیه پولس نمیخواست که ما شاد کنیم فقط چون ما باید شاد کنیم اینجوری نیست نه ما دلیل ها داریم برای این شادی و توی این باب هستند ما میخوام به آنها نگاه کنیم دلیل اول در خداوند سه با توی این باب پولس میگه در خداوند آیه یک در خداوند استوا باشید آیه چا در خداوند شاد باشید آیه ده میگه خودم در خداوند شادی دارم اینجا به نظر بنده مهمترین دلیله چرا ما میتونیم چرا ما باید شاد دا داشت زندگی ما داشتی باشیم چرا چون من تام در خداونده چرا شما تا خداوند هستید ما یک اعتباط صمیمی با خدا داریم به فصل عیسی مسیح خدا ما را دید ما توبه کردید ایمان ما دید خدا یک کار انجام داد این تام پر از گناه او گرفت بالش کرد و گفت الان بزنیم توی خانواده خود من توم الان رفت توی مسی یک اعتباط صمیمی یک چیزی مطمئن آنجا اتفاق افتاد مثل من به عنوان یک شوهر من شادی میکنم که من خانم مجده دارم و همینطور حتما برای شما که ازدواج کردید ما د... ما 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 من یک زن دارم و این یک دلیل برای شادی حالا من خداوند دارم من دا خداوند هستم و بعض اوقات مقاومت ما حتی مردم آنها عوض میکنند آنها میره بالا پاین. و پایین ولی عیسی مسیح همیشه دلیل وجود داره که ما میتونیم در مسیح شاد بشیم چرا چون خود عیسی مسیح یک شخصی کاملا وفاداره عیسی مسیح پر از محبت عیسی مسیح برای ما هست عیسی مسیح طرف ما هست عیسی مسیح پر از قدرت پر از حکمت پس خیلی من دا خداوند هستم من دا این عیسی مسیح هستم پس هر چیز که اتفاق بیفته توی این دنیا هر چیز که اتفاق بیفته در زندگی من من میتونم در خداوند شاد باشم میتونی بگید آمین دلیل های دیگه وجود داره دلیل دوم محبوب هنوز توی آیه یک هستیم ببینید زبان پولس برای این فیلیپیان چقدر پر از محبته میگه برادران محبوب میگه مشقاد دیدارشون بگه شما شادی من شما تاج من هست بگه عزیزان یعنی معلومه <applause> این فیلیپیان این نامه میخواد میگه این پولس ما رو دوست داره این دلیل را شادی نیست که ایمان داران دیگه شما را دوست داره من الان برای حدود سی سال نزدیک به سی سال من و خانوم مجده با برادر یک نزا ما خدمت کردیم و اینجا یک دلیل برای شادی چون نه فقط کار با هم کار کردیم من و مجده مرتب متوجه شدیم که برادر و خواهر ایلین ما را دوست داره ما برای آنها محبوب هستیم دلیل برای شادی و حم شما توی کلیسای شما تو، 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 توی کلیسای دیگه یک شخص هست که ایمان داره و شما دوست داره پس عزیزان این یک دلیل برای شادی تو آیه دو ما میبینیم که دو تا خانم آنجا هستند که با هم دیگه مشکل دارند با هم دیگه موافق نیستند ممکن با هم دیگه قره. ولی اینجا یک دلیل برای شادی وجود داره چون پولس میگه آشتی کن آشتی کن با مذارت میخواهم هنوز ما باید متوجه بشیم که هر شخص که ایماندار واقعی هست محبوبه و یک امید حتما آنجا بود یعنی محبت آخرین کلمه هست برای ما ایمانداران نه انتقام توی کلیسا پس این آشتی میمونه توی کلیسا یک دلیل دیگه وجود داره تو آیسه دفتر حیات ما میکنیم آنجا که خداوند پولس ببخشید پولس همکار داشتن و میگه اسمشون نوشته هست کجا توی دفتر حیات یادته وقتی که شما امتحان داشتید و شما برید دنبال نتیجه یک تبلو انالات آنجا بودی خب که خب ببین اسم اونجا هستن برادها که گبو شدن اسم اونجا ای اسم اونجا هست نوشته است قبول شدم و ما شادی کردیم چون اسم ما یک جای مهم نوشته بود عزیزان خداوند یک دفتر داره موسا دا بر این صحبت میکنه موسا صحبت میکنه مزمور نویس دانیل ملکای صحبت میکنه دا بر این دفتر و خود عیسی مسیح یادته شاهدان ها رفتن خدمت کردن دیوها اخراج کردن برگشتم پر از انرژی پر از شاد چون دیوها اخراج کردن مسیح گفت نه 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 دوباره این شادی نکن ولی دوباره این شادی کن این این چی بود اسم شما در دفتر حیات نوشته هست ما میتونیم بگیم هللویا چه دلیل بزرگ برای شادی که اسم ما آنجا نوشته است وقتی که خدا به ما نگاه میکنیم و میبینیم که ما دا گناه هست بعد ما ایمان آوردیم و توبه کردیم ما را میگیره و ما توی مسیح ببینیم بعد خودش می نویسه توی دفتر حیات بله تام هوکسلی آنجا هست مجد شیوانی آنجا هست اسم شما آنجا نوشته هست شادی کن عزیزان شادی کن که اسم ما نوشته هست توی دفتر حیات یک دلیل دیگه میخوایی؟ یکی هست آیه پنج خداوند نزدیک هست اوه 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 اون سه تا کلمه خداوند نزدیک هست این نه فقط این نه دبرای زمان این نه برای جا خداوند نزدیک است خداوند همین الان به وصل روح خداس همراه منه همراه شما کنار ما هست دور نیست ما نمیتونیم از حضور خدا فرا کنیم ممکن همیشه حضورش نه احساس نمی کنیم ولی عزیزان اسم او ایمانیوه خدا با ماست او نزدیک به ماست من هفته گذشته یک تجربه مشکل داشت یک عزیز از این دنیا رفت ما کار کردیم؟ ما سرود خوندیم ما دو کردیم ما گفتیم ما اینجا هستیم ما اینجا هستیم بعد ما گفتیم نه فقط ما اینجا هستیم دو اون اتاق که اون شخص بود ما گفتیم خداوند نزدیکه خداوند نزدیکه ما توی این دنیا میمونه ولی وقتی که ما میمیریم خداوند هم با ما هست توی این دنیا و وقتی که ما میریم به اون دنیا دیگه هنوز خداوند آنجا هست ما همیشه با خداوند هست دلیل نیست برای شاد خب یکی دیگه یکی دیگه نیاز لازم نیست که ما نگران باشیم پولس میگه نگران نباشید چرا؟ چون خداوند نزدیکه و خداوند خدا هست هیچ مشکل اینقدر بزرگ نیست که او نمیتونه حل کنه حقیقت اینه وقتی که یک پسر جوان دستش میده به پدر حتی اگه آنا میرین توی منطقه جنگ اون پسر اوکی هست چرا؟ نگران نیست چرا؟ دستش با پدر دست ما دا دست پدر ما لازم نیست که ما نگران باشیم ما میتونیم دوباره تمام مشکلات ما ابراز کنیم بعد یک دلیل دیگه آیه هفت وقتی که ما نگران نیستیم وقتی که ما دوباره هر چیز دو کنیم وقتی که ما میدونیم که کدون نزدیک بعد چی آرامش یک وعده بزرگ اینجا هست یک آرامش که بیشتر از تمام عقل ما هست اوه اوه او, او این آرامش چقدر شیرینه چقدر بنظیره و ما ایمانداران ما میتونیم این آرامش در قلب خود ما داشتی باشیم و این آرامش قلب ما دفاع میکنه از نیروهای منفی آرامش خدا چه،, 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 چه مهمه اگه شما تمام پول این دنیا دارید تمام قدرت این دنیا دارید ولی آرامش ندارید یعنی چه؟ یعنی چه؟ ولی همین الان همین انسانه شما میتونید این آرامش بنظیر داشتی باشید از خداوند چون خداوند نزدیکه دلیل نیست برای شادی یک خانم بود ایماندار بود توی یک هواپیما بود و یه دفعه این هواپیما رفت توی یک طوفان بقی الکتریکی بعد هواپیما او یه رفت بالا امد پایین اون طرف اون طرف و همه توی این هواپیما جیگ زدن تست داشتن فکر کردن که حتما آنها نزدیک به این برق بود این خانم دید که کنارش یک خانم دیگه بود و دستش اینجوری بود من دعا میکرد فهمید که او ایمان بود مثل او پس گفت مسیح هستی گفت بله پس گفت با هم دعا میکنیم آنها با هم دعا کردند گفت خداوند لطفا طوفان که توی هواپیما لطفا حل کن و طوفان که بیرون از هواپیما لطفا درست کن آنها گفتند آمن وقتی که آنها گفت آمن یه دفعه تمام اون جیک زدن توی هواپیما قلوت شد بعد بیرون اون طوفان اوکی شد این اتفاق افتاد دو قدرت داره آرامش خدا یک واقعی هست مثل دو هزار سال پیش توی اون قایق با شاگدان ها او آمد و گفت به طوفان آرام همین تو امروز اگه شما یک طوفان در قلب شما دارید من به شما گو میدم که این کتاب آرامش خدا وجود داره دلیل نیست برای شادی بیشتر هست امیدوارم شما خسته نشدید ببینید که تا الان ما کجا رسید در خداوند مبوبه اسم ما توی دفتر حیات خداوند نزدیکه نی، لازم نیست که ما نگران باشیم یک آرامش که بیشتر از تمام عقل ما هست بعد آیه هشت یک دلیل دیگه پولس میگه دوباره چیزهای خوب فکر کن دوباره چیزهای پاک فکر کن دوباره چیزهای قشنگ زیبا فکر کن دلیل برای شادی چیه؟ که این دنیا پر از چیزهای شقفت انگیزه هست پر پر الان کدتون نگاه کنید هر جا که شما هستید حتما یک چیزی از خلقت قشنگ آنجا هست از آسمان از آفتاب گروب آفتاب طلوع آفتاب صدای پرنده ها صدای ممکنی قربه میوزیک که ما میشنویم کتاب ها که ما میکنیم عکس ها که ما میبینیم این دنیا پر از چیزهای عالیه درسته بعضی چیزهای وشکناکه بعضی چیزهای بده ولی این تمام داستان نیست عزیزان و پولس میگه تا اون چیزهای مثبت خوب نیکو داباره آنها فکر کن و دلیل بر شادی اینه که آنها وجود داره هر جا که شما هستید آنها وجود داره یک دلیل دیگه توی آیه نو او میگه مثل من زندگی کنید مثل من رفتار کنید خب پولس الان نیستش ولی ایمانداران دیگه هستن که ما میتونیم رفتار ما مثل آنها بشه پس یک دلیل برای شادی اینه که ایمانداران خوب زندگی میکنه خوب رفتار میکنه که ما میتونیم اه او پر از شادیه من میخوام مثل او رفتار کنم من دوباره برادر سام صحبت کردم برادر های هست توی کلیسای فاسی زبان چه مرد خدا بود من میدونم که او مرتب رفت به مشهد آنجا یک کلیسا کوچیک چه قربانی بود ترام به مشهد تشویق کرد و وقتی که کشیش سودمند توی زندان بود و تمام اون چیزهای گمگین که آنجا اتفاق افتاده کی آنجا بود کنار خانواده برادر هایک آنجا بود بعد خودش چون مدیدیباش کمک کرد خودش شهید شد یک ایماندار نیست که ما میتونیم که من میخوام رفتار من مثل برادر هایک و و خیلی هستم ما وقت نداریم ولی عزیزان یک دلیل که ما میتونیم شادی کنیم که ایماندارم خوب توی زندگی توی کلیس فاسی زبان، خیلی خوب توی کلیس فاسی زبان وجود داره میتونیم بگی هللویا می بگی هللویا حالا ما رسیدیم به آخر باب و اینجا من آب میخورم الان ما رسیدیم به آخر باب آیه ده تا بیست و اینجا یک دلیل خیلی مهم که ما میتونیم شاد کنیم این این هست که خدا برای ما فراهم میکنه خدا برای ما فراهم میکنه آخر این باب دابر این موضوع پولس از فلیپیان تشکر میکنه برای کمک که آنها به او فرستاد و توی این تشکو نقطه مختلف وجود داره که ما میتونیم یاد بگیریم چرا این موضوع یک موضوع برای شادیه شما فکر میکنید ای این موضوع نه این موضوع برای ما سخته شما خبر ندارید در اقتصاد ایران و و و و و من میگم نه تو این کتاب هست که حتی در این موضوع ما میتونیم یک قلب پر از شاد داشتی باشیم تو آیه ده ما میبینیم که چون فیلیپیان به پولس پول میفرسته اینجا شادی میاد هم به قاب فیلیپیون و هم به قاب پولوس وقتی که ما یک چیزی میدیم حتی اگه یک قربانیه همیشه هم یک شادی میاد در قلب ما نه یادته وقتی که شما یک هدیه به یک کسی خرید و شما این هدیه به یک کسی داد شما یک شاد به قلب شما آمد چرا چون دادن زبان خدا هست و زبان خدا پر از شادیه پس وقتی که شما یک چیزی میدی شاد آنجا هست و شاد بر اون که این هدیه میگیره ای فلانی منو دوست داره او فلانی رفت و زمت کشید و این ها قشنگ بر من گرفت یعنی دادن و گرفتن یک موضوع پر از شادیه که همینطور اینجا هست پولس میگه که من بسیار شادمانان بود و میگه که آنها برای آنها خیلی خوب بود توی آیه 18 بعد آیه 11 تا 13 پولس میگه که واقعیته واقعه بعضی اوقات پول ما کافی است بعضی اوقات پول ما کافی نیست و پولس میگه ببینیم من یاد گرفتم هم چجوری وقتی که پول زیاد باید رفتار کنم و وقتی که من ندارم و, و من و مجده ما, هردو هر دو میدونیم چون زندگی اینجوریه و پولس گفت من یاد گرفتم چجوری راضی بشم چجوری قنه بشیم هم وقتی که زندگی اوکیه هم وقتی که زندگی اوکی نیست چرا آیه سیزده حتی وقتی که در برای این موضوع مشکله مسیح قلب ما نیرو می بخشد آیه سیزده آنجا نوشته است مسیح به ما قدرت میده پس ما میتونیم راضی بشید و یک موضوع دیگه اینجا هست که میاد به آیه نوزده درسته که بعضی وقت مثل پول کافی نیست ولی اینجا یک واده هست که خدا اون چیزی که واقعا نیاز برای زیست کردن او برای ما فراهم میکنه این نوشته از توی آیه نوزده زندگی من همیشه راحت نبود مخصوصا نسبت به این موضوع وقتی که من مجارات بودم و توی کراچی شهر توی جنوب پاکستان اونجا زندگی کردم و من بین ایرانی ها خدمت کردم من پول خیلی خیلی خم داشتن و من یک اتاق کوچیک داشتن و من با یک ایرانی ما هدا ما توی این اتاق بودیم اسمش بهزاد بود و این اتاق کوچیک بود ولی اوکی بود ولی فقط یک مشکل داشت فقط یک تخت کاب داشت یک تخت کاب برای زوج بود دابل بید <applause> منو بزادم مونتون برای یک سال سرش یک طرفه سر من یک طرفه دیگه پس اینجوری ما برای یک سال اینجوری بودیم توی این اتاق کمود نبود پس من یادم میاد که تمام لباس رفتم به یک جبه یک کاتون مقاویی آنجا بوده و اینجوری زندگی کردم زندگی راحت نبود ولی عزیزون من میخوام این به شما بگم من گرست نبودم و من همیشه لباس داشتم و وقتی که من با مجد قانوم من ازدواج کردم بعد خدا بیشتر بیشتر فراهم کرده او به من چقدر وفاده هست نسبت به این موضوع به این موضوع خدا به ما میده شک نکن اگه شما یک نیاز نه یک آرزوه ولی اگه شما یک نیاز واقعی در زندگی شما دارید خداوند حتما بدون شک به شما فراهم میکنه پس توی این موضوع در برای چجوری خود به ما میدی ما دیدیم که دادن شادی داره ما دیدیم که خود به ما قدرت بده وقتی که این مشکل داریم و ما دیدیم که خود به نیاز اصلی ما او به ما میده پس ما آمدیم به آخر این باب دلیل وجود نداره برای شادی خیلی ما دا خداوند هستیم ما محبوب هستیم اسم ما توی دفتر حیات هست خداوند نزدیکه نیال لازم نیست که ما نگران باشیم ما میتونیم دبر هر چیز دور کنیم یک آرامش بیشتر از تمام عقل ما وجود داره خیلی چیزهای عجیب و خوب و نیکو توی این دنیا وجود داره و خیلی ایمانداران توی کلیسا وجود داره که ما میتونیم مثل آنها زندگی کنیم و خداوند برای ما فراهم میکنه آخرین آیه توی این نامه پولس به فیلیپیان درباره فیض عیسی مسیح صحبت میکنه پس ما برمیگردیم تو اون صحبت اول فیض خدا چه چه کتابه امیدوارم که شما با این چهارتا پیغام این یکمی شما کمک کرد که ببینید که ما ایمان دارم بهترین زندگی داریم و شادی خداوند قدرت ما هست ما کردیم دابر منبه شادی رای شادی دشمن شادی و این هفته دلیل زیاد برای شادی یادته اون زن توی اون هواپیما وقتی که جیک شدن تمام شد دوربین گذشت نزدیک به پنجره و یک عکس گرفت او ندید اون چیز که دوربین دید اون موقع نبود مثل ما با موبایل و این چیز ها میتونید عکس اون موقع شما باید یک فیلم داشتی باشی با, با بفرسته به یک مغازه اگه میخواست عکس داشتی باشی عکس کاغذی اون موقع بود پس اون فیلم میفرسته وقتی که رسیده بشه. بعد از چند روز رفت شد بعد او دید اون چیز که دوربین دید و الان شما میبینید اون عکس یک شخص توی آسمان خیلی بلند کاملا سفید نمیتونست صورتش ببینه ولی تمام اون طوفان زیر کنترل او بود خداوند نزدیک است پس شادی کن آمین